اتن دو نفره امرالله و غنی با دهله کفیده. به نام خدا و با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه می نویسد: اتن دو نفره امرالله و غنی با دهله کفیده. علا گل مجاهد هم انگامی که اسیر تب و راجی بی حاصل می شد، همین رنگ لنگوته به سر می بست. آینده زرد به نظر می رسد که دامن امرالله را رها نمی کند. او از سقوط افغانستان درسی نیاموخته است. از ماهیت توییت های امرالله صالح پیداست که وی همچنان به خط فکری و سیاسی غنی وفادار مانده است و عملا به آن التزام می ورزد. چنین می نماید که قرار نیست به این زودی ها تغییر کند و در بنیان های فکری اش تجدید نظر نماید. به تعبیر دیگر، چگونگی مواضع او در باب تحولات اخیر و مکانیزم و قدرت رسیدن طالبان بر دو فرض مهم ابتنا یافته است. دو فرضی که وی وجود آنها را بدیهی انگاشته است. یک، قصد وی از حمله بر خلیلزاد و معرفی او به عنوان کار گزار اصلی تسلیم دهی قدرت به طالبان با هدف تطهیر غنی در افکار عمومی صورت می گیرد. دو، بعد از شستشوی صورت سیای غنی و زدودن لکه ننگ از پیشانی او، همراهی و همکاری قبلی خودش را با وی توجیه و ضرورت هم سفریش را در جاده پرخم و پیچ تحولات آینده معقول و پذیرفتنی جلوان نماید. به نظر من همان گونه که نادرستی فرضهای دوران پیشا سقوط او یکی پی دیگر روشن شد، این دو فرض انتزاهی و سست و بی پایه او هم از همین حالا محکوم و ابطالند. در همین حال روزنامه 8 صبح در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: واکنش های جهانی به حمله داعش بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل. پس از حمله داعش بر شفاخانه سردار محمد داود خان در شهر کابل، شماری از سازمان ها و کشورها این حمله را محکوم کرده و آن را نقض حقوق بشر دانسته اند. اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه حمله روز سه‌شنبه 12 عقرب بر شفاخانه نظامی سردار محمد داود خان در کابل را به شدت محکوم کرد و آن را خلاف حقوق اساسی بشر و نقض آشکار ارزش‌های اسلامی دانسته و گفته است که اماکن پزشکی و غیر نظامیان نباید هدف قرار بگیرند. این اتحادیه افزوده است که ادامه حملات تروریستی در افغانستان مانع جدی برای صلح و امنیت است و عاملان این گونه حملات باید پاسخگو باشند. سازمان صحی جهان نیز ضمن ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان گفته است که تاسیسات و مراکز صحی نباید هدف حمله قرار بگیرند. از سوی هم وزارت امور خارجه ایران این حمله را محکوم کرد و گفته است هر گونه اقدام توریستی که مردم عادی را هدف قرار دهد محکوم است. وزارت امور خارجه ترکیه نیز با انتشار اعلامیه حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان را عمل تروریستی و غیر انسانی خوانده است. در حمله دیروز گروه داعش بر شفاخانه سردار محمد داود خان
19 تن جان باخت و 50 تن دیگر زخمی شده اند. طالبان اما گفته اند که در حمله دیروز 5 عضو آنان کشته و 5 تن دیگر زخمی شده اند و افزون بر این تی این درگیری 2 زن و 1 کودک نیز کشته شده اند. در همین حال انفجار یک فیر مرمی هاوان در کندز جان 2 کودک را گرفت و 5 کودک دیگر را زخمی کرد. یک منبع محلی در کندز می گوید که در نتیجه انفجار یک فیر مرمی هاوان در روستای پل سید مختار از مربوطات ولسوالی 4 دره کندز 2 کودک جان باخته است و 5 کودک دیگر زخمی شده اند. و گفته منبع این رویداد امروز چهارشنبه 12 عقرب رخ داده است. این انفجار در حالی رخ داده است که شماری از کودکان در این روستا با یک فیر مرمی هاوان منفجر ناشده سرگرم بوزی کودکانه بوده اند. محمد نعیم منگل رئیس شفاخانه اوزه کندز کشته شدن 2 کودک در این رویداد را تایید می کند و می گوید که وضعیت 2 کودک زخمی نیز وخیم است. بر اساس معلومات منبع این کودکان کمتر از 10 سال دارند. مسئولان محلی طالبان در کندز هنوز در پیوند به این رویداد چیزی نگفته اند. در همین حال طالبان برای عروسی ها در راغ بدخشان 200 هزار افغانی مهریه تعیین کرده اند. منابع در ولسوالی های حوزه راغ بدخشان می گویند که طالبان در عروسی های مردم و غیر از مصارف اضافی 200 هزار افغانی مهریه تعیین کرده اند. و گفته منابع در گذشته 500 هزار تا 600 هزار افغانی از خانواده داماد به عنوان مهریه گرفته می شد. اما پس از حاکمیت طالبان این رواج تغییر یافته است. مسئولان محلی طالبان برای مهر در این ولسوالی اصولنامه ساخته اند و به مردم دستور داده اند که از اصولنامه‌شان پیروی کنند. منابع می گویند که این اقدام ابتدا از ولسوالی یاوان آغاز شده و سپس در ولسوالی های کوهستان و راغستان تطبیق شده است. حوزه ولسوالی های راغ بدخشان که شامل کوهستان یاوان و راغستان می شود از ولسوالی های دور دست این ولایت شمرده می شود. گفتنی است که در بیشتر ولایت ها مردم بین تویانه و مهریه فرق می گذارند. از نظر آنان تویانه پولی است که خانواده داماد پیش از عروسی بالای خانواده عروس می گذارد. اما مهریه پولی است که حین نکاح تعیین می شود. در این ولسوالی های بدخشان اما مهریه و پولی گفته می شود که پیش از عروسی پرداخت می شود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر الله یار و مددگارتون. اوقات خوش داشته باشید.